13 آبان چقدر اطلاعیه مختلف، تظاهرات با سکوت، تظاهرات با شعار، شعارهای ضد استکباری، شعارهای ضد دیکتاتوری. 13 آبان پیدا شد، 13 آبان 1358 کارو کردن. هدفشون چی بود؟ گرفتن سفارت چه دردی از مردم دووم کرد؟ این وسط 24 میلیارد دلار سرمایه مردم برباد رفت. حالا بهش افتخار میکنن روزم براش درست کردن. این همه سر و صدا برای این بود؟ بذار بازم جستجو کنم. ببینم دیگه از 13 آبان چی پیدا میکنم. روز 13 آبان 1358 گروهی از عوامل رژیم خمینی در دانشگاه‌ها با حمایت سپاه پاسداران از درها و دیوارهای سفارت آمریکا به داخل سفارت آمریکا هجوم آورده و آن را با تمامی 53 تن از کارکنانش به اشغال خود در می‌آورند. این گروگانگیری 444 روز به طول می انجامد و بحرانی طولانی را می آفریند که خمینی بسیار از آن بهره می برد. به همین دلیل آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول می نامد. خمینی از به وجود آوردن این بحران در پشت پرده سه هدف را دنبال می کرد. 1. مات و از صحنه خارج کردن نیروهای انقلابی و در رأس همه مجاهدی. 2. کنار گذاشتن دولت مهندس بازرگان. و 3. به تصویب رساندن قانون اساسی ولایت فقیه در قوقای شعارهای ضد استکباری. هم 13 آبان، اینو که الان دیدم، نه اون 58 بود، این 57 بود. به
مدد طالقانی بعد از سالها به همت قیام مردم ایران از زندانهای ساواک شاه آزاد شد. هزاران دانش آموز و دانشجو در دانشگاه تهران به استقبال پدر شتافتند. ظهر روز 13 آبان 57 دانشگاه تهران شاهد صحنه پرشوری از مقاومت و قهرمانی دانش آموزان انقلابی میهنمان و نیز شاهد صحنه دیگری از جنایت و سفاکی مزدوران رژیم شاه بود. آن روز صدها و هزارها نوجوان دانش آموز به دانشگاه رفته بودند تا همراه با همرزمان دانشجویشان به دیدار پدر طالقانی که تازه از زندان آزاد شده بود بشتابند. مزدوران شاه بر روی این نوجوانان آتش گشوده و ده‌ها تن از آنان را به خاک و خون کشیدند. همان شب نمایش تلویزیونی صحنه‌های